یه مسئله رو در رابطه با جشنواره کن براتون توضیح بدم. روز میشه به دلیل همزمانی با جنگ جهانی دوم و حمله آلمان به فرانسه، یه چند سالی در شروع جشنواره کن وقفه میفته برای اون سال اولیه و به حال سالهای بعد ادامه پیدا میکنه. فستیوال کن تبدیل میشه به یک جایگاهی برای شناسوندن استعدادهای مختلف دنیا غیر از امریکا. حالا بعضا امریکا هم دیگه بوده، چون فیلم های امریکایی و هالیوودی خودشون جایگاه خودشون رو داشتن، ولی مثلا فیلم هایی مثل فیلم ژاپنی یا هندی یا ایرانی یا عربی یا اروپایی، اینها برای اینکه برای مردم دنیا شناسونده بشه یک همچین چیزی به احتیاج داشته و این جشنواره سال به سال معروفتر و معتبرتر شده و باعث شده که جایگاهی بشه برای شناسوندن فیلمسازانی معتبر. فیلمسازانی مثل عباس کیارستمی، اصغر فرادی از ایران میشه اشاره کرد، خب با کند خیلی مطرح شدن، و خیلی فیلمسازهای دیگری که از تمام دنیا، حالا نمیتونم اسم ببرم دونه دونه، در این سالها از طریق جشنواره کن فیلم هاشون مطرح شده، بازارهای جهانی پیدا کرده و به نمایش در اومده. خب اما یه نکته قابل صحبت هستش و این که اصلا این سینمای جشنواره‌ای و این فیلم هایی که برای فستیوال تصمیم گرفتن تولید بشن و ساخته بشن چجوری شده، چون سال به سال این اوضاع فرق کرده و یک سری فیلم ساز اصلا تصمیم گرفتن برای جشنواره ها فیلم بسازن و این البته از دیدگاه من خودش یک معضلی تبدیل شده و اون شکلی که باید پیش میرفته یه مقدار مشکل دار شده. حالا چرا توضیح میدم. ببینید به طور بارز مشخص در فستیوال امسال فیلم های حضور دارن که بعضی فیلم های بخش مسابقه که بعضی هاشون اصلا قابل درک و فهم نیستن. اینجا
charme pour vous. Bonjour monsieur. Bonjour. Allez-y, c'est bon. Merci beaucoup. Une charme que j'espère que vous pouvez croire que j'ai un chouraste. بیرون هم که همچنان قسمت مردمی که برای جمعه خواستم اینجا این قسمت توضیح بدم که بیرون که ببینید اون قسمت باست قسمت فرش قرمز رد کارپت سالن لومیر که ورودیش از این قسمته. این قسمت ورود به کاخ جشنواره است که من دارم داخل میشم. اینجا سکوریتی چکه که هر کسی که باید میاد اول باید کاملا چک بشه که چیز خاصی هم باشه. خب این قسمت طبقه پایین فیلم مارکت کن هستش، بازار فیلم میگن. این قسمت که این طبقه همچپ هست و قسمت بالا که بریم توضیح میدم که این کاخ جشنواره چه قسمت هایی داره و به چه صورت. اول نکته رو بهتون میگم که ورود به داخل اینجا فقط با کارت یا بچه مخصوص ممکنه و این مثل برای افرادی هستش که در رسانه ها یعنی به صورت خبرنگار به عنوان خبرنگار باید ثبت نام کرده باشن تا قبل از فستیوال بررسی بشن و مدارکشون در صورت تایید بهشون کارت داده میشه یا بعضی تعامل سینما که به صورت حرفه‌ای در سینمای حرفه‌ای فعالیت داشتن باز برای کارت میتونن درخواست بکنن قبل از فستیوال که اینا همه بررسی میشه برای تنجید میشه این قسمت سمت چپ که میبینید الان خانم بایستان در بس سالن دومیره که وقتی فیلم ها تموم میشه این قسمت در رو باز میکنن که کسایی که کارت دارن باز میتونن از اینجا بیان ولی برای ورود از همون در اصلی رد کارپت باید وارد بشن. اون تا کافه اسپرسو اینجا وجود داره که باز برای رفاه مهمانان فستیوال در نظر گرفته شده و بعد از اینجا ما به سمت بالا در حال حرکتیم که چند تا سالن در این کاخ جشنواره وجود داره که بهتون نشون میدم. سالن بازه در قسمت چپ، سالن بونوئل در طبقه پنجم یه طبقه بالاتره، الان این قسمت بالا چند تا سالن های کوچکتر هم هست. سالن مونوئل طبقه بالا اینجا قرار داره، سالن اونجاست اون رو گروه تنمی از اون قسمت میشه رفت بالا بیشتر برای مستر کلاس ها و گفتگوهای ویژه اون مدلی خوبه. سالن بازم اون قسمت ته هست. چند تا سالن های کوچکتر هم اون قسمت های حاشیه‌ای وجود داره. اینجا هم که باز قسمت هایی که ببینیم صندلی ها و محل استراحت خودم معروف دوستان هست. پوستر های فستیوال کن در دوره های مختلفش اینجا قرار داره. این پرورده بالا میبینیم تراس وجود داره اونجا که اونم چند این کافه بزرگ توش هست. این قسمت هم که ببینیم قسمتی هستش که یک سالن اینجا با هر باز هستش. این سالن مخصوص گفتگوهای بعد از فیلم هست که فردا یه روز به فیلم بدم بایش درنجا دار بخش مسابقه اینا یه گفتگوی دارن که در این سالن هستش. البته روال به این صورتی که اول برای فوتوکار میرن و بعد از فوتوکار میان برای مصاحبه 45 دقیقه ای که معمولا در اینجا اتفاق میفته. یک کافه دیگه باز این بر هست مخصوص پرسه برای قهوه و نوشیدنی اینجا هست. این رسمت هم خودیه که این کاخ جشنواره
صحبتی هم چون که میبینید دریاست، باز پشت سر من اینجا همونطور که میبینید کاخ جشنواره است، طبقات مختلف. و این قسمت دست راست همون محل معروف فوتوکول ها هست، فوتوکول هایی که فردای روز نمایش فیلم های مسابقه درش انجام میشه، که از این قسمت همینطور که ببینید میان برمیگردن و از اینجا میان داخل سالن و فیلم هایی رو که با استارها و سپرستار های هالیوودی داره قیامت اینجا برپاست. تمام سکورتی ها اینجا رو میبندن که کسی نتونه رفت آمد بکنه. I'm retiring. Well, in that case, what are we drinking? Same for the goddaughter. Dad told me you found something on a train during the war. A dial that could change the course of history. Why are you chasing the thing that drove your father crazy? Don't move. We need to get out of here. Stop! Sorry. Helena! Dr. Jones, get him. Hitler made mistakes, and with this, I will correct them all. You stole it. Then you stole it. And then I stole it. It's called capitalism. This way! Fasten your seatbelt. There might be some turbulence. You've taken your chances, made your mistakes, and now a final triumph. Give 'em hell, Indiana Jones! A few times in my life I've seen things. I've been tortured with voodoo. Been shot 9 times. Including once by your father. Sorry! But I've been looking for this all my life. سال 1981 استیون اسپیلبرگ، فیلمساز برجسته سینمای هالیوود، فیلمی رو تولید میکنه، کارگردانی میکنه به نام ایندیانا جونز. این فیلم با بودجه‌ای در حدود 18 میلیون دلار ساخته میشه و موفق میشه یه چیزی در حدود 389 میلیون دلار فروش کنه، نزدیک 390 میلیون دلار، که موفقیت بسیار زیادی داشته. اون فیلم باعث میشه که قسمت‌های بعدی ساخته بشه. در اون زمان هریسون فورد 40 سالش نشده بود، حدوداً 39 سالش بوده که در ایندیانا جونز اولیه بازی کرده. 3 سال بعد 1984 قسمت دوم ایندیانا جونز تولید میشه، ساخته میشه، و بعد 1989 قسمت سوم مجموعه ایندیانا جونز همچنان به دلیل به مخاطب بودن و استقبال بینندگان و تماشاگران متعدد در تمام دنیا این فیلم ساخته میشه و میگذره. تقریبا یه چیزی در حدود 20 سال بعد از اون، سال 2008، اسپیلبرگ تصمیم میگیره یک بار دیگه سراغ ایندیانا جونز بره و ایندیانا جونز رو تولید بکنه. منتها سال 2008 یه چیزی در حدود 180 میلیون دلار هزینه ساخت ایندیانا جونز میشه، یعنی یه چیزی تقریبا 10 برابر قسمت اولی که ساخته بود، و موفق میشه حدود 794 میلیون دلار این فیلم در سراسر دنیا فروش بکنه، چیزی کمتر از 800 میلیون دلار، که البته میزان سوددهی فیلم رو به نسبت فیلم قسمت اولیه در نظر بگیریم، هیچ کدوم از این دراجانس هایی که ساخته شده به درآمد قسمت اولیه نرسیده. و 2008، 15 سال گذشته، امسال سال 2023، اسپیلبرگ این فیلم رو کارگردانی نکرده، کارگردان فیلم ساز دیگری با هریسون فورد 81 ساله
اومده ایندیانا جونز رو ساخته که هزینه تولیدش در حدود 294-295 میلیون دلار اگر اشتباه نکنم بوده، این فیلم کمتر از 300 میلیون دلار هزینه این فیلم شده. باید ببینیم که آیا میتونه به موفقیت قبلی ها برسه. امروز 18 ماه می سال 2023 از شهر ساحلی کن باهاتون صحبت میکنم که قرار تا ساعتی دیگه رد کارپت این فیلم شروع بشه. تعداد زیادی از علاقمندان به سینما، دوستداران هنرپیشگان هالیوود، هنرپیشگان مطرح، فیلمسازهای مطرح، از مردم عادی در خارج از سالن نمایش جمع شدند، در انتظار وایستادند که هنگام شروع رد کارپت بتونن ستارگان مورد نظرشون رو ببینن، عکس بگیرن، امضا بگیرن و همچنین از این دیدن این مراسم لذت ببرن. به هر حال تا ساعتی دیگه این فیلم به نمایش در میاد. Oh,
خب جمعیتی که پشت سر من می‌بینیم تمام مردمی هستن که توی منتظرن که از اون داخلی که پشت می‌بینیم کجا بود اینجا نگاه کنید از این قسمت باید سکوریتی چک بشن برن این وسط وایسن یه تعدادشون که زمانی که رسپار کنتر شروع میشه که اون طرفه با سگم مشخص باشه اون پشت مردم هستن بتونن که ببینن ولی من به جرات بهتون بگم که امشب رد کارپتی که برای ایندیانا جونز برگزار میشه شاید یکی از شلوغ‌ترین رد کارپت ها و مراسم هایی باشه که در تاریخ جشنواره کن به خود دیده اینقدر آدم اینجا زیاده که اصلا باور کردنی نیست و من مطمئنم برای فیلم اسکورسیزی از این هم بیشتر خواهند اومد les champs magnétiques. خب با نواخته شدن این موسیقی مراسم رد کارپت یا فرش قرمز فیلم ها به طور رسمی شروع میشه و در اینجا مراسم رسمی فیلم ایندیانا جونز در حال شروع هست که اکیپ این فیلم برای فرش قرمز حضور دارن و من در اینجا همزمان که شما دارین تصاویر میبینین توضیحاتی راجع به این فیلم و عواملش بهتون بدم. نکته اول این که جیمز منگولد کارگردان این فیلم هست، پنجمین قسمت از سری ایندیانا جونز هستش که برای اولین بار استیون اسپیلبرگ کارگردانی نکرده و جیمز منگولد کارگردان 60 ساله امریکایی این فیلم رو ساخته. جیمز منگولد متولد 1963 نیویورک هستش، نویسنده، تهیه کننده و کارگردان تلویزیون و سینما. از سال 1995 به طور رسمی اولین فیلمش رو کارگردانی کرده. از فیلم‌های معروفش که بخوام براتون توضیح بدم فیلم کاپلند با بازی سیلوستر استالون و رابرت دنیرو در سال 1997 ساخته. یک فیلم درخشان در کاراش داره که من خیلی این فیلم رو دوست دارم و بهتون پیشنهاد میدم حتما اگه تونستین این فیلم رو ببینید، به نام Girl Interrupted. این فیلم در سال 1999 ساخته شده، اسم فارسیش هست دختر از هم گسیخته با بازی انجلینا جولی و بریتنی مورفی. انجلینا جولی برای این فیلم موفق شد اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل رو بگیره در سال 2000. بریتنی مورفی بازیگر دیگری بود که یکی از چهره‌های جوان و مستعد هالیوود بود که متاسفانه در سال‌های 2005 و 2006 اگه اشتباه نکنم خودکشی کرد و جونش رو از دست داد. فیلم در یک بیمارستان یا پزشکی روانی اتفاق میفته، برگرفته از یک داستان واقعی هستش و کار خیلی جالبیه. فیلم های دیگه ای که ساخته واک The Line و
و تریتن تو یوما، نایت اند دی، فیلم های دیگه هستن که میشه راجعه صحبت کرد. با بازیگرهای مختلفی کار کرده، مثل راسل کراو در تریتن تو یوما، قطار 3:10 به یوما که فیلم وسترن بود، نایت اند دی با بازی تام کروز و کامرون دیاز در سال 2010 ساخته شد، و واک د لاین با بازی یاکین فونیکس و ریس ویزرسپون که اون هم برای این فیلم موفق شد که اسکار رو دریافت کنه. و لازم به ذکره که فیلم بعدی هم که قراره بسازه آخرین قسمت از مجموعه استار وارز یا جنگ ستارگان خواهد بود که در مرحله پیش تولید قرار داره. به هر حال جز فیلمسازان خوب هالیوود و آینده درخشانی هم به هر حال پیش روش. و اما در مورد هریسون فورد، بازیگر 81 ساله امریکایی، متولد 1942 هستش در شهر شیکاگو امریکا. از اواخر دهه 60 میلادی کارش با سریال های تلویزیونی شروع کرد که یکی از سریال هایی که در ایران هم در از انقلاب پخش می شد به نام آیرون ساید، در یک اپیزودش بازی کرده بود که بکنم 1967 ساخته شده بود این سریال. خب تو چند سال اول همچنان در سریال‌های تلویزیونی بازی میکرد تا سال 1977 که به دعوت جورج لوکاس در فیلم جنگ ستارگان ایفای نقش میکنه که باعث شهرتش میشه تا سال 1979 که فرانسیس فورد کاپولا بعد از ساختن دو پدرخوانده، پدرخوانده یک در 1972 و 1974 پدرخوانده دو، در سال 1979 فیلم اینک آخر زمان رو با بازی مارلون براندو، مارتین شین و رابرت دوال ساخت که هریسون فورد هم در اون فیلم بازی میکرد. اون فیلم به نظر من میتونه شروعی برای معروفیت و حضورش در سینمای حرفه‌ای محسوب بشه در 1979. تا دو سال بعد که اولین مجموعه از فیلم های ایندیانا جونز ساخته میشه در سال 1981 که قبلا هم اشاره کردم، و اونجا اوج معروفیت و شهرت رو به دست میاره با فیلم ایندیانا جونز. و به نظر من دو دهه طلایی برای هریسون فورد وجود داره، دهه 80 و 90 که سه تا از مجموعه ایندیانا جونز رو در اون دو دهه بازی کرده. یکی از فیلم‌های خوب دیگه‌اش میشه به فراری که نقش دکتر ریچارد کمبل، اون دکتری که متهم میشد به قتل زنش و فرار میکرد، فیلم خیلی خوبی بود. یکی از کارهای خوب هریسون فورد باز محسوب میشه 1993. بعد دیگه یکی از نقشهای دیگهش، فیلم های دیگهش میتونم ایر فورس وان یا هواپیمای رئیس جمهور رو که سال 1997 ساخته شده بود اسم ببرم. و بسیار فیلم های دیگر که حضور ذهن ندارم، ولی به هر حال با جرئت میشه گفت که هریسون فورد یکی از سوپر استار های سینمای امریکا بوده و همچنان هم هست با وجود این سنش، و فیلم های ماندگاری رو بازی کرده که در ذهن ما نقش بسته. He appears in all kinds of different films. The Conversation by Francis Ford Coppola, which won the Golden Palm and the Ecumenical Jury Prize as well, and also an Oscar. He also featured in Apocalypse Now by Coppola, which got the Palme d'Or here jointly with The Drum by Volker Schlondorf. And here he is. خب اینجا هم که ببینیم آخرین مرحله هستش که عکاسان میتونن آخرین عکساشون رو از تیم
فیلم شرکت کننده بگیرن و طبق روال اینا هم به خدا با بالا کردن و با این حرکت این شکلی باعث میشن که عکاسان بتونن عکس های مخصوصی از اینا داشته باشن و بعد به سمت داخل سالن میرن برای ورود به سالن که جمعیت 2500 نفره در سالن گرند لومیر منتظر ورود اعضای فیلم نمایش دهندش هستن که این فیلم ایندیانا جونز تا دقایق دیگه قراره به نمایش در بیاد و داخل سالن رو میتونیم ببینیم. They go into the auditorium inside the festival hall, TV festival. So they will be getting themselves ready. We will slip away and we'll be back for another red carpet later on for a film in competition. It's called Black Flies. It's a very promising film. And we'll be happy to tell you more about that later on at about 10 p.m. خب این خانومی که در تصویر دارید میبینید بیشتر به نظر میاد دختر هریسون فورد باشه در نگاه اولیه خانوم جوانه به نظر حدود 32-33 ساله میاد همسر سوم هریسون فورد. هریسون فورد 3 بار ازدواج کرده، از ازدواج اولش 2 تا بچه داره، از ازدواج دومش 2 تا بچه داره و از ازدواج سومش که این خانم باشه که در سال 2010 بوده 1 بچه، یعنی جمعا 5 بچه داره. و نکته جالبی که این خانم اسمش از کلیستا فلوکارت و سنش 59 سالشه که اصلا به چهرش نمیاد و این خانم هنرپیشه است و بیشتر در سریال های تلویزیونی امریکایی بازی میکنه و شهرت آنچنانی هم خوب نداره. خب در مورد هریسون فورد یه نکته دیگه بگم که در رابطه با شاید براتون جالب باشه، در رابطه با دستمزدش برای یه فیلم ایندیانا جونز، همین فیلمی که الان رد کارپتش داره برگزار میشه، مبلغ 25 میلیون دلار دستمزد گرفته. هریسون فورد از اواخر دهه 60 میلادی که کارشو شروع کرد دستمزدش که اعلام شده به صورت هفتگی 150 دلار بوده و اوج دستمزدش در دهه 90 میلادی که تا حدود 20 میلیون دلار میرسه. دهه 80 و 90 دستمزدهای خوبی داشته، تا آخرهای دهه 90 دستمزد حدود 20 میلیون دلاری برای فیلم‌ها میگرفت که به هر حال باعث یکی از عواملی بود که باعث فروش فیلم‌ها میشده. هنرپیشه جذاب و پرطرفدار در سینمای امریکا بوده که همیشه مورد استقبال قرار گرفته فیلم‌هاش و اکثر فیلم‌هاش هم فروش‌های خیلی خوبی داشتند. این نکته رو اضافه بکنم که بالاترین دستمزد هریسون فورد مربوط میشه به ایندیانا جونز قبلی که در سال 2008 ساخته شد که 65 میلیون دلاره که البته به دلیل اینکه در اون فیلم شریک بوده این رقم به هر حال نصیبش شده. مرسی. Thank you.
We are very happy to be all together tonight in this room, in this screening room with a wonderful film, which I have the privilege to have seen it quite months ago. And it's a good film, by the way. And no, it's also the reason why it's a big event, but it's also a good film. So it's also the main reason why this film is here. Before anything, I would like to introduce some of our guests and tell you again the pleasure we have to have the Disney Group for this 76 Cannes Film Festival. And I especially would like to thank and to welcome خب در اینجا تری فرنگو رو میبینیم نیوتیل جشواره یا فستیوال کن که برای اوپنینگ این فیلم اومده و داره راجب فیلم صحبت میکنه و خوش آمدگویی میگه به حضار و اینجا در شروع این برنامه داره معرفی میکنه عوامل این فیلم رو و یک سورپرایز ویژه هم وجود داره که خودتون میبینید یه اتفاقیه که قبلا راجبش صحبت نشده بود. معمولا راجب اتفاقاتی که در کن قراره بیفته اعلام میکنن، مثلا نخل طلای افتخاری به مایکل داگلاس یا نمایش های ویژه یا مراسم اینچنینی، ولی در ارتباط با اتفاقی که الان قراره بیفته به هیچ عنوان قبلا صحبت نشده بود. حالا تصویر این پسری که میبینیم، این وسط من بگم بازیگر خیلی بامزه ای که در این فیلم ایندیانا جونز بازی کرده، پسر 16-17 ساله است، اصالتا فرانسویه و خیلی هم بامزه است. نقش تدی رو در این فیلم بازی میکرد و به نظر من آینده خوبی هم در بازیگری داره، در تحصیل رشته هم داره ادامه میده، خیلی اعتماد به نفس داره، خیلی حرکات بامزه‌ای هم در این مراسم رد کارپت انجام میده. الان نقش دیگری که داریم میبینیم هم از نقش منفیایی که در قالب فیلم ها بوده و یکی از نقش های منفی بیاد موندنیش فیلم کازینو رویال بود، اون از بازیگران دیگه این فیلم هستش. به هر حال تری فرمو داره عوامل این فیلم معرفی میکنه تا به اون اتفاق ویژه برسیم. و اما این خانمی که در حسن میبینید فیبی والر بریج، هنرپیشه انگلیسی فیلم ایندیانا جونز هست که نقش هلنا رو بازی میکنه، 38 سالشه و بیشتر در فیلم های کوتاه و سریال های تلویزیونی انگلیسی بازی کرده. انگلیسی منظورم کشور انگلستانه بازی کرده و نویسنده هم هست که معروفترین کاری که انجام داده آخرین فیلم جیمز باند به اسم نو تایم تو دای، زمانی برای مردن نیست بود. و این هم که تصویر کارگردان که راجبش به طور کامل براتون صحبت کردم و توضیحاتی کامل رو دادم. And I would like also to thank for her presence. She came with her husband, but she is also an artist. Calista Flocka. Where is Calista? Calista. خب این هم همسر هریسون فورد هستش که اینجا معرفیش میکنن. و بعد میرسیم به آخرین نفر که خود هریسون فورد هستش که با استقبال ویژه حضار رو برو میشه. و اما اون اتفاق ویژه قرار امشب در این سالن یک نخل طلای افتخاری به پاس یک اون فعالیت هنری به هریسون فورد اهدا بشه. نخل طلای فستیوال کن شاید میشه گفت یکی از معروفترین و معتبرترین جوایز سینمایی در دنیا محسوب میشه، یعنی اگر که جایزه اسکار رو یکی از معتبرترین ها بدونیم واقعا میشه نخل طلای کن رو هم همتراز با اون حساب کرد و خیلی اهمیت داره. به هر حال این اعلام نشده بود و در اینجا در امشب در قبل از شروع این فیلم این نخل طلای افتخاری به هریسون فورد اهدا میشه که دعوت میکنم شما رو بقیه برنامه رو ببینید. Someone gave you so much happiness, sometimes we have to give him back something, and
is what we want to do tonight in thank you, in thanking you, in saying that your career, your presence in American cinema, in world cinema, have been very precious for us. And we are very, very happy to have you here tonight. And we know that, because it's not the first time you're here, but you have to promise to come back 1 year. And before, we have something special for you. But before, as maybe you don't know who really Harrison Ford is. Now, because we have prepared a small montage, an homage, the homage of the Cannes Film Festival. For all of us, what we are going to see is part of our own history, and it's important for us, and that's why we are so moved to have you here tonight. Harrison, je voudrais qu'on l'applaudisse encore très, très fort. Harrison Ford. Monsieur Harrison Ford. We have a special surprise for you from the Cannes Film Festival with the hand of the new president, Iris Knobloch, that you can applaud. The Cannes Film Festival will present to Harrison Ford the Golden Palm of Honor. Thank you so much. Thank you. Thank you. I'm very touched. I'm very moved by this. They say when you're about to die, you see your life flash before your eyes. And I just saw my life flash before my eyes. A great part of my life, but not all of my life. My life has been enabled by my lovely wife, who is... supported my passion and my dreams, and I'm grateful. And you know, I love you too. Thank you. You've given my life purpose and meaning, and I'm grateful for that.
So grateful. So grateful to have the opportunity to work with artists like Jim and Phoebe, even Mads. And I'm deeply moved by this honor and humbled. But I got a movie you ought to see. It's right behind me. So let me get out of the way and thank you again for this great honor. Thank you. C'était l'hommage, here, il va regagner son siège, l'hommage et la palme d'or d'honneur, avant que nous voyions le film de Jim Mangold, à Harrison Ford. Et on vous souhaite une très belle projection. خب ایندیانا جونز که توضیحاتی راجبش دادم قبل از اینکه مراسم رد کارپتش رو ببینید، همچنین قسمتی هستش که تولید شده. من فیلم رو دوست داشتم، فیلم خیلی خوش ساخته، اکشن های خیلی خوبی داره، حدود 2 ساعت و چند دقیقه فیلم هستش و تماشاگر رو زده نگه میداره و حدود نزدیک 300 میلیون دلار هزینه فیلم شده، لوکیشن های متعدد در کشورهای متعدد. داستان جالبی که اتفاق افتاده، همزن داستان در زمان جنگ جهانی دوم در حدود سالهای 1945 تا 50 اول اونجا شروع میشه و هریسون فورد رو ما با جوان میبینیم و باورپذیر میبینیم. یعنی واقعا هریسون فورد رو در سن حدود مثلا 40 سالگی به هر شکلی که درستش کردن فوق‌العاده در اومده. اصلا شما فکر نمی‌کنید که این آدم 80 ساله سال اینو بازی میکنه. اون ابتدای فیلمه، بعد فیلم میاد به خوبی 30 سال بعد در دهه 70 میلادی در نیویورک داستان شروع میشه و ادامه پیدا میکنه. قسمت نیویورکش فوق‌العاده است، چند سکانس بی نظیر داره و قسمتهایشو در تبلیغاتشو اون آنانس فیلم هستش، جایی که با اسب میخی نیویورک در حال رفتن، یه خود ممکنه شوخی به نظر برسه ولی واقعا جالبه. فیلم باید حتما ببینید. البته دیدنش تو این سالن با این صدا شاهکار بود. من فیلم واقعا دوست داشتم. فیلم تجاریه. اگر که عاشق ایندیانا جونز هستین، اگر این تیپ فیلم ها رو دوست دارین، این فیلم واقعا فیلم بود که ارزش چند بار دیدن رو داره. نوع دیگه. Yes, yeah, so Harrison, I know you don't like the music, but seven notes of this. خب تصاویری که می‌بینیم مربوط هستش به فردای روزی که این فیلم نمایش درآمد. دقیقا میتونم بگم که به مربوط به 19 ماه می 2023 هستش و این مراسم فوتوکال. ولی فوتوکال توضیح بهتون بدم این فوتوکال چیه. این فوتوکال بعد فیلم هایی رو که در بخش مسابقه به نمایش در میاد و همینطور نوع نگاه و همچنین فیلم های ویژه‌ای که برای نمایش های ویژه در نظر گرفته شده، اینها فردای اون روزی که این فیلم ها به نمایش در میاد مراسمی دارن عنوان فوتوکال که تعداد بسیار زیادی خبرنگاران حضور دارن، عکاسان حضور دارن و عمدتا عوامل اون فیلم ها با لباس های کژوال و غیر رسمی میان به طور نرمال. معمولا حالا هریسون فورد اینجا با کراوات و کچبان اومده ولی غالبا با لباس های راحت تر و معمولی تری میان، برخلاف مراسم رد کارپت که باید حتما با تاکسیدو و پاپیون و خلاص اون شکل شمایل اون شکلی باشن. این یک مراسم تقریبا متفاوتی هستش که برای این فیلم ها برگزار میشه. در این قسمت بسیار زیبا از کاخ جشنواره که در جای دیگه بهتون نشون داده بودم، اگر که ویدیوهای قبلی رو ببینین، قسمت های در ابتدای همین قسمت توضیحاتی دادم و نشون دادم که این مراسم پروتکل کجا برگزار میشه. به حال شکلش به این صورت هست که
عوامل فیلم یک عکس دست جمعی میگیرن، بعد کارگردان با بازیگرها، بعد بازیگرها با هم دیگه، بعد بازیگرهای معروف به صورت تک تک، کارگردان عکسای تکی، و اینها در نشریات روزانه جشنواره به چاپ میرسه و همینطور در نشریات متعددی در سراسر دنیا این عکس ها به روی جلد ها میره و مسائل دیگری که به هر حال مخاطبان بسیار زیادی داره و خیلی علاقه‌مندن که این عکس های مختلف رو از ستارگان محبوب و عکس هایی که دوست دارن ببینن. Harrison, Harrison, sighing, but his little crooked smile still there. James Mangold, Harrison Ford, and Phoebe Waller-Bridge, who plays his goddaughter, his spiritual daughter, in the latest installment, Indiana Jones and the Dial of Destiny. In this latest film, Indiana Jones wants to retire, but his niece doesn't let him, and she takes him off into a new adventure to find the Dial of Destiny. Phoebe Waller-Bridge, of course, she was the star of the series Fleabag, about a young woman living in London. It was a big success. Originally, Spielberg was going to direct this installment, but at the end of the day, James Mangold took over when Steven Spielberg said he wouldn't be directing it. After all, Harrison Ford and Phoebe Waller-Bridge. When you know at the beginning he didn't really want to play this role. And it was actually originally written for Tom Selleck of Magnum fame. He was meant to be playing Indiana Jones, and here he is with his honorary Palme d'Or, which he received yesterday evening, and which he's very proud, and he really did have tears in his eyes. Harrison Ford has been to Cannes many times and for Coppola's The Conversation, notably a film which won the Palme d'Or and the Ecumenical Jury Award. He was here for Apocalypse Now, again from Coppola, where he had a small role, a small part, and the film, of course, won the Palme d'Or as well. He was back in 1985 for Witness, which was not in competition. Harrison,
And these American actors are always very classy. And he snuck off with his Palme d'Or under his arm. Phoebe Waller-Bridge back. Of course, she played in Fleabag, but she also wrote and directed it. She was the creator of this very successful series. Antonio Banderas is in the film too. Unfortunately, he couldn't be with us here in Cannes. And Mads Mikkelsen, he plays a bad guy, a bit like in Casino Royale. This time he's a former Nazi scientist. Now it's young Ethan Isidore for his photo call, while Harrison has done his part. He didn't get on the table like Ethan Isidore. Ethan Isidore is very was very close to Harrison Ford on the red carpet. They were talking together. They hugged. خب یه فیلم دیگه که راجعش خواهم صحبت کنم، بلک فلایز، یه فیلمی که شامپین درش بازی کرده. اون هم متاسفانه المان فیلم سینمایی رو نداره، بیشتر مستنده. یه چیزی که و شامپین هم که نقش خیلی حاشیه‌ای در این فیلم داره، فقط برای اینکه فیلمو مطرح بکنن از یک نقشه مطرح هالیوودی استفاده کردن. داستان در ارتباط با یک آمبولانس و دو تا مأمور پرستاری که به قول معروف در آمبولانس برای امرجنسی کار میکنن و به سراغ مداوای کسایی که تماس گرفتن میرن. ما با این آمبولانس میریم به اولین مجروح، اولین بیمار و همینطوری بعدی این تمام نشده میره بعدی. قصه در شهر نیویورک اتفاق میفته و شما به شدیدترین شکل ممکنه، به بدترین شکل ممکنه، سیاه ترین وضع ممکنه شهر نیویورک رو میبینید و شرایط بسیار بد زیر خط فقر رو میبینید و نگاه عجیبی که این فیلم ساز داره. تمام این آدم های بدبخت همه خارجی هن. این نکته خیلی برای من جالب بود. از عرب مسلمان توش گرفته تا سیاه‌پوست و اسپانیش زبان و امریکای جنوبی و همه یه جورای مهاجرن. یعنی توی آمبولانس چیز عجیبه که به هیچ آدم حسابی بر نمیخوره. یعنی همه بدبخت، همه بیچاره. من خودم در نیویورک زندگی کردم و میشناسم نیویورک. خب اون چیزی که بعضی وقتا توی فیلم های شیک و پیک میبینین در باورتون نمیشه. یه مثال خیلی ساده بزنم شاید قابل باورتر باشه. ببینید در تهران، شما تهران رو خب خیابون پهلوی می‌بینید، خیابون تجریش می‌بینید، یا نمی‌دونم محله بالا شهر می‌بینید، توی فیلم‌ها هم هست. یک تهران دیگری هم که زیر پوست شهره با فیلم سعید روستایی یا من سیدی در اون مغزهای کوچک زنگ زده یا اون شکلی هم معرفی شده که اون هم لایه زیرینی از تهرانه. دقیقاً یه همچین اتفاقی برای نیویورک هم افتاده. الان چون خیلی ممکنه فکر کنم نیویورک، بله نیویورک یکی از گرونترین شهرهای دنیاست، منهتن داره که اجاره آپارتمان‌ها یا قیمت آپارتمان‌ها مثلا تا 100 میلیون دلار، 150 میلیون دلار قیمت آپارتمانه و یه جای دیگه هم داره تو کوینز و استاتن آیلند و محله‌های دیگه‌ای که برانکس و یه جاهایی هستش که خب لایه‌های دیگری از شهر و فقر و بیچارگی و بدبختی درش به شدت هست. فیلمساز سعی کرده فقط این بدبختی ها رو نشون بده و همه منفی هم بلا استثنا، همه بدبخت بیچاره و منفی. این نگاه و
بیشتر هم میگم این چیز مستندگونه است، به شکل یک فیلم سینمایی نمیشه بهش نگاه کرد. تنها آدم مثبت فیلم من اون پسر است که با شامپون، شامپون هم آدم خوبی نیست یه جورایی، در اصل اون یکی پرستار است که تنها آدم مثبت خوبه فیلم، که باز حالا نمیخوام تا تعریف بکنم. در حال این فیلم هم در آخرین روزا به بخش مسابقه اضافه شده بود. فیلم قابل توجه نیست، فیلم جایزه بگیری نیست، فیلم منتقد پسندی نیست، فیلم جشنواره پسندی نیست. به نظر من جشنواره کن تلاشش رو میکنه برای اینکه یک سری اسامی و یک سری چهره ها رو هم وارد بکنه برای پررونق کردن رد کارپت ها و این جمعیتی که نمونه شو داریم پشت سر من میبینید، اینهایی که میان وایسن فقط برای اینکه یک هنرمند هالیوودی یا یک چهره مطرح رو ببینن. بیشتر به این دلیله که این تیپ فیلم ها وارد جشنواره میشه، وگه نه تحت هیچ عنوان فیلم قابل توجهی نیست. ببینید مراسم رد کارپت فیلم بلک فلایز یا مگس های سیاه در حال اجراست. راجع به این فیلم صحبت کردم و این مطلب بهتون میگم که راجع به شامپن توضیحاتی بدم. شامپن بازیگر 63 ساله امریکایی، نظر شخصی خودم رو بخوام بهتون بگم اصلا از این بازیگر من هیچ وقت خوشم نیومده واقعیتش، یعنی اصلا یک چهره و فیزیکی که این آدم داره و اجرایی که در این فیلم ها داشت هیچ کدوم از کارهایی که کرده به دل من نشسته، یعنی یک بازیگری که به نظر من به هیچ عنوان سوپرستار نبوده، استار نبوده و فیلم هایی که بازی کرده، بعضی فیلم ها فیلم های موفقی هستند ولی ربطی به این ندارن. مثلا از تو فیلم هایی که بازی کرده، من فیلم اینترپریتر که با نیکول کیدمن بازی میکرد فیلم خیلی خوبی بود به نظر من، اما باز هیچ ربطی به سیدنی پولاک کارگردانش بود، باز ربطی به شامپن نداشت. یا مثلا فیلم میستیک ریور با ساخته کلینت ایستوود من یادم میاد فیلم خوبی بود، باز ربطی به شامپن نداشت. یعنی اساسا فیلم هایی که این بازی کرده، بعضی فیلم های خوب هست در کاراش، اما بود و نبودش به نظر من هیچ چیزی نداشت. و یکی از چیزهای دیگه ای که از این آدم من یادم میاد اینه که سالها پیش به ایران سفر کرده بود و در یادم نمیاد ماجرا چی بود، ولی به عنوان خبرنگار نمیدونم واشنگتن پست یا یک روزنامه ای به عنوان یک چیزی به ایران اومده بود، تو نماز جمعه رفته بود، مثل اینکه پیش رفسنجانی رفته بود، دقیق یادم نیست ماجرا رو، اما چیزی که یادمه تعدادی از اهالی سینما اومده بودن با این آدم عکس گرفته بودن و خانه سینما دعوتش کرده بود و تعدادی یادم تعداد زیادی از سینماگرها اومده بودن به دیدنش و از این ماجرا این شکل کرد که من امریکا بودم. داستان مال سالای فکر میکنم 2005-2006 باشه اگر اشتباه نکنم، توی اون حوالی بود و به هر حال بازیگر خیلی جذابی برای من نبوده. حالا اینجا هم گفتم مثلا از بازیگر معروف این فیلم این شامپن هستش، اما اساسا هیچ کمکی به این فیلم نمی کنه و فیلم هم که اساسا فیلم خوبی نیست، راجبش توضیحات رو دادم. نکته دیگه که داشتم بررسی می کردم راجب این فیلم ببینم چیز خاصی پیدا میتونم بکنم، در لیست تهیه کنندگان 18 نفر به چشم خورد. یعنی این فیلم دیدم 18 نفر تهیه کننده یا اگزیکیوتیف پرودیوسر یا پرودیوسر داشته، اگزیکیوتیف پرودیوسر و تهیه کننده اجرایی، یک اسم ایرانی در این بین به چشم خورد به اسم بابک انوری که من نمیدونم اصلا این آقا کی هست، ولی جزو تهیه کنندگان اجرایی یکی از این 18 نفر در این لیست ایشون هم بود. به هر حال برای یک پروژه به هر حال اینجوری دست پایین لو باجتی مثل این فیلم که 18 نفر هم با همدیگه بودن و این فیلم هم
به هر دلیلی در بخش مسابقه فستیوال کن قرار دادن، جز فیلم‌های بسیار ضعیفی که اصلاً نه تنها مورد توجه منتقدین قرار نگرفت، بلکه یک جوری هم اصلاً بدشون اومد و در ستاره دادن و صحبت‌هایی که شد و به هر حال باقی ماجراها جز فیلم‌های بدنام به نمایش در اومده در فستیوال کن بود که تازه روزهای آخرم اضافه شده بود. راجع به قصه فیلم هم که توضیحات کامل دادم، یک فیلم سیاه نمایی وحشتناک از شهر نیویورک با نشان دادن وضعیت بسیار بد خارجی ها و یا افراد مهاجری که در این شهر زندگی میکنن، از مسلمان گرفته تا اسپانیش و سیاه‌پوست و غیره. به هر ترتیب جز فیلم های بعد این فستیوال بوده و این آقای شامپن هم که به هر حال با این شکل جمالی که دارید میبینید جزو بازیگران نچسبیه که من به شخص تنها از این آدم خوشم نیومد. اساسا بزنید یه پله جلوتر برم، همیشه از این آدم بدم هم اومده. یعنی ما استراحا هم یه چیزی بهتون بگم، واقعیت این ماجرایی که میخوام بهتون بگم، چون در سینمای ایران یک چیزی وجود داشت در پشت پرده، شاید شما ها نشنیده باشین، در من خودم تهیه کننده بودم، راجب بعضی از بازیگرها عنوان ضد گیشه استفاده می شد. مثلا اگه قرار بود یک بازیگر رو استفاده بکنیم بودم فلانی ضد گیشه است، یعنی اگر که این فرد برای اگر در این فیلم باشه اصلا یک موج منفی رو ایجاد میکنه که تماشاگر با دیدن این اصلا حاضر نیست بیاد. ولی خب اسم نمیارم که چه افرادی این ماجرا رو داشتن، متاسفانه این اصطلاح راجعشون به کار برده میشد و دروغ هم نبود، اشتباه هم نبود، این واقعیته بوده. از حالا راجع به این شامپن، این احساس رو من دارم، به هر حال بازیگر بسیار نچسبی از دید من و هیچ وقت باش نتونستم ارتباط برقرار بکنم. حالا جمعیت در حال رفتن به داخل سالن لومیر هستن برای شروع نمایش فیلم بلک فلایز یا مگس های سیاه. روبن اوستلندز jury will decide. Let it go in. A tingle down the spine. So a big change of atmosphere after Indiana Jones. So we hope that they enjoy the screaming. So of course not everybody can see the film tonight, but the festival goers. Festival goers can see it. So we will see you tomorrow. Goodbye, Olivier. And good night, Victor. The fourth film in competition for the Palme d'Or. Welcome to the photo call of Black Flies, the film from Jean-Stéphane Sauvert. French director, you can see there next to Sean Penn in the rain. It's very dull weather here in Cannes this morning. But the screening went well yesterday in the Festival Palace. Jean-Stéphane Sauvert, that you can see there with his angel wings. This is a quote from the film as well, because his hero has a similar jacket, Ty Sheridan. You can see there with the light colored jacket, who is in the film with Sean Penn. So this film, Black Flies, is a spiral, if you like, in an ambulance in New York.
and as we follow the day-to-day lives of the paramedics and 911 call. So Jean-Stéphane Sauveur with Sean Penn, Ty Sheridan, Michael Pitt as well, Raquel Neve, David Angaro, Warren Goz, and Victor Adida. So Jean-Stéphane Sauveur has been to Cannes before, but it's the first time he's been selected in the competition for the Palme d'Or. He's a French director who was born in Paris, and you might have seen his films here before. 2008, The Johnny Mad Dog, which was co-produced by Mathieu Kassovitz in Un Certain Regard, and he won the award for Best Hopeful. And it was a downward spiral of child soldiers in an African conflict. It was filmed in Liberia. 2017, A Prayer Before Dawn and Midnight Session, not in competition. This time it was looking back at a true story, the story of Billy Moore, a young English boxer who was jailed in Thailand for drug possession. And of course, more boxing, because Mike Tyson has a role in this film, Black Flies, because he plays Sean Penn's boss. He's the boss of the paramedics, and it's always a pleasure to see Sean Penn here in Cannes. He won Best Actor Award for Nick Cassavetes' She's So Lovely. He directed The Pledge in competition in 2001. He was in The Tree of Life by Terrence Malick, which won the Palme d'Or. In 2011, he was in Paolo Sorrentino's This Must Be the Place as well. So a great actor. He's won two Oscars, Best Actor for Mystic River by Clint Eastwood in 2004, and as well for Harvey Milk by Gus Van Sant back in 2009. Jean-Stéphane Sauveur with his two actors, Ty Sheridan, who's a revelation in this film. He's one of the producers of the film as well. He spent a lot of time with Shannon Burke, who wrote the book. Took a lot of time going through the streets of Harlem. And he had a small role in Tree of Life as well. So he's already worked with Sean Penn, but he was in Mud as well. Jeff Nichols' film, which was here. Take Shelter was in the Critics Week. And Mud was in the competition in 2012. And Jean-Stéphane Sauveur thought immediately of Sean Penn. And first of all, Sean Penn turned him down. He didn't want to take the role. But it was Adele Exarchopoulos who convinced him to go and see Sauveur's films, his former films, notably Johnny Mad Dog. And Sean Penn changed his mind when he started as well organizing vaccination programs with paramedics in New York, and so he sort of changed his mind. He became a convert to the cause, if you like, and of the paramedics, and so he accepted, and it was so he went in, he rode around in ambulances very often to acclimatize, if you like, to get inside the skin of the paramedics, and so this is a film where we see a lot of calamities, a lot of sadness, and of course there's the allegory of the Archangel Michael, and so there is the angel theme here. And this jacket is similar. It's a sort of a reminder of the one that Ty Sheridan wears, and it makes us think about Drive as well.
2011, Nicholas Winding Refn. It was screened at the festival in competition, 2011. So Jean-Stéphane Sauveur lives in New York. It's an American film directed by a Frenchman. It was very interesting, very important for him to have a lot of non-professional actors so that it would give as much authenticity to the portrait of the city of New York. There you can see Ty Sheridan. So he's excellent. He plays a medical student, and to make some money, he joins the paramedics in New York. His teammate is Sean Penn. He tries to revise as while he's working, which is, of course, going to cause a lot of problems for him. Ty Sheridan played in Jeff Nichols' Mud in competition in 2012. The film is reminiscent of films of Scorsese, of Abel Ferrara, you know, Bringing Out the Dead from 1999 from Scorsese. And this takes place in the paramedical world, and Jean-Stéphane Sauveur has said that he already knew New York before going to live there through all these films that he saw, the bridges, the subways, of course, Abel Ferrara. So it's a fiction, of course, but it's based on the real events that have happened in Brooklyn, notably the opening scene. So a lot of documentary work going on, and it talks about the problems and the difficulties that are involved, the difficulties that are present in the American healthcare system. And it's a sort of initiatory story as well for the arc of the hero Ty Sheridan that we see here on the right of the screen, the pale jacket with Sean Penn as his guide. I did too. In the jungle of New York. Watch your back. Sean Penn there, who chews toothpick all the way through the film, but today I think it's chewing gum. So they're going towards the press conference room back inside the Festival Palace, and you're going to be able to listen to the press conference in a moment. And if you're a journalist, of course, you can ask them questions, and you can watch it live on TV Festival. یک فیلم فرانسوی به نام لتور که و یه نکته دیگه هم همینجا جالب بگم که فستیوال کن هر سال به هر نحوی که هست چند تا فیلم فرانسوی رو در بخش مسابقه جا میده که یکی مزخرف دارن با عرض معذرت، یعنی اصلا هیچ جایگاهی ندارن عمدتا تو این چند سال فیلمایی که دیده شده، ولی خب به هر حال میزبان هستن فرانسوی ها و این فیلم ها. این فیلم داستان یک زن سیاه‌پوستی هستش با دو تا دخترش که اول فیلم نشون میده از یک جایی اینا در حال فرارند و بعد میان به پاریس. البته ما پاریس رو دیگه نمیبینیم، قدر قصه اتفاق افتاده و این خانم سالها برای یک خانواده داره کار میکنه به شکل مستخدم. حالا 15 سال گذشته، بعد از 15 سال این خانواده برای یک سفری داره میره به همون جایی که قبل نزدیک جایی که اینا سالها پیش ازش فرار کردن. برافو پر سیانس پو جسیکا. مرسی.
Ta mère est très fière de toi, tu sais. Oui, je sais. Ça doit être super d'avoir des enfants qui réussissent leurs études. Mm. Gaïa, c'est tout l'inverse. Super, merci. Bah, je dis la vérité. J'ai même cru qu'elle aurait jamais son bac. Ah, bah là, ça me fait plus penser à Farah. Gaïa, son problème, c'est la motivation. Elle s'intéresse à rien. Ça va? T'as fini? Je dis juste que j'aimerais que tu sois un peu comme Jessica. Elle sait pourquoi elle travaille. En même temps, elle n'a pas le choix. C'est hyper condescendant ce que t'es en train de dire. Mais pas du tout. Ouais, je te dis simplement que si tu éprouvais un peu plus de nécessité, tu te bougerais un peu plus, c'est tout. D'accord. Non? Non, peut-être. Khadija, vous avez de la chance d'avoir... C'est pas Khadija, c'est Khadija. Khadija. Ben, je suis désolé. C'est pas grave, y'a. Tu m'avais rien dit. Y'a aucun problème. Mais elle te l'a dit, en fait. Elle te l'a dit 10 fois. C'est juste que t'écoutes rien, comme d'habitude. En tout cas, Jessica, si tu as besoin de conseils, j'ai des amis qui sont profs à Sciences Po, je pourrais te donner leur numéro si tu as des questions pour préparer ta rentrée. Trop bien, merci. Alors attends, c'est qui tes amis qui sont profs à Sciences Po? Y'a Jean-Yves, y'a Fred aussi. Ok, Jean-Yves et Fred, ils interviennent ponctuellement à Sciences Po, ils sont pas profs là-bas. Ils ont été élèves à Sciences Po, ils ont une expérience dont ils pourraient lui faire profiter. Mais elle t'a rien demandé en fait, pourquoi tu veux toujours mêler tout comme ça? Pensez, hein, Gaïa. میخونه این خلاصه داستان رو احساس میکنه و چه اتفاقی قرار بیفته و چه ماجرایی بوده در اون گذشته که این رجعتی که اینا دارن میکنن حالا خیلی اتفاقات میتونه بیفته، اما متاسفانه هیچ اتفاقی نمیفته و به قدر این داستان بده و هیچ حرفی برای گفتن نداره که هیچ جایگاه این فیلم متاسفانه نداره و فقط غیر از وقت تلف کردن هیچی نیست و من به هیچ حال از این فیلم خوشم نیومد، ولی مراسم فرش قرمزش رو و پروتکلش رو براتون آماده کردم که میتونید ببینید. Mais tu fais quoi là? Ne me touche pas. Voilà. On s'amuse. Non, j'ai pas envie là, je travaille. Farah. Un petit fume un grand, là ça veut rien dire, les poules vous espèrent. C'est bon, baisse. Baisse putain, on va se faire engueuler là. Et alors quand il va être du Claude François, est-ce que je parle? Alors à vous, comment va la nuit? Non mais j'ai pas envie de rire. Regarde le reste, c'est l'ami. Il sert les craquettes de la chapelle. J'ai pour pas coller mes mains. Tu restes pas à tête. La porte cachée par la flash au cas. J'ai cramé l'enfant. Tu dégages. Eh, on danse. Eh, vous avez tout, moi. J'adore. T'as vu là, les jeunes kiffés. خب مراسم فرش قرمز فیلم لرتور آغاز شده. این فیلم رو به انگلیسی ترجمه کردن هوم کامینگ یا بازگشت به خانه، حالا معنی بازگشت لرتور میداد که بازگشت به خانه ترجمه شده. و راجب داستانش هم که گفتم براتون، کارگردانش کاترین کورسینی، یک خانم 66-7 ساله هست که این فیلم کارگردانی کرده. یکی از نکات مهمی که باید براتون بگم، توضیح هم دادم، امسال حدود 6 یا 7 فیلمساز زن در فستیوال کن حضور داشتن که بیشتر شبیه یک نمایش بود. یعنی اینا تصمیم گرفته بودن اساسا، ببینید من این با این واژه زن و مرد و این تفکیک کردن اینجوری خیلی موافق نیستم، چون خود این ماجرا یه خود مسئله ایجاد میکنه. فیلمساز میتونه زن باشه، میتونه جوان باشه، میتونه پیر باشه، میتونه مرد باشه، اصلا فرقی نداره. ما بگیم فیلمساز زن، فیلمساز مرد، این خودش تفکیک کردن، خودش یه مسئله است. ولی خب اینا بیشتر این نمایش رو درست کردن که بگن که 7 فیلم کارگردان زن در جشنواره هستند. و این کاش فیلم های خوبی بود، که متاسفانه اکثرشون فیلم های بدی هستند. این فیلم لرتور، فیلم فرانسوی مزخرفیه که راجبش توضیح دادم و در درجه بندی آی ام دی بی هم درجه 5 گرفته از 10، که جزو فیلم های بی ارزش محسوب میشه. یعنی همین افرادی که تا به حال دیدن و ارزش گذاری کردن در این سایت، فیلم به هیچ عنوان مورد توجه قرار نگرفت. از همون اول من گفتم، در بعد از دیدن فیلم هم ثبت کردم
صحبت همون راجبه این فیلم میدونستم یک قصه دست چندم و همچنان این ماجراهای ارتباطات فرانسوی، حالا این دختر سیاپوست با اون دختر سفید فرانسوی که وارد رابطه همجنس بازی میشن در این فیلم، یک ماجراهای این شکلی رو نشون میده. یک فیلم دست چندم بد و بی‌محتوا و فیلم خونسای چیزی هستش که از این قالب فیلم‌ها در فرانسه داره ساخته میشه و حیف که متاسفانه ما فیلمساز خوب فرانسوی دیگه نمیبینیم. اساسا دیگه از اروپا فیلم‌های خوبی نیست، نه اروپا و آمریکا، اصلا کلن وضع سینما متاسفانه به جای خوبی نمیره. اینجوری که من دارم میبینم، هرچی ما به گذشته برمیگشتیم، فیلم‌های دهه 70، دهه 80 فیلم‌های شاهکاری داشتیم واقعا، دهه 90 هرچی جلوتر رفتیم حجم این فیلم‌های خوب و فیلمسازان خوب و تفکرات خوب همینطوری کمتر شده. به ترتیب فیلمسازی که در 67 سالگی همچین فیلم می‌سازه، هیچ انتظاری دیگه ازش نمیشه داشت. به نظر من این پایان کارشه و این هم نمایشی بود برای یک فیلم فرانسوی در فستیوال کن، که حالا میتونید این مراسم این شوی به قول معروف رد کارپت عوامل این فیلم رو هم ببینید، که همین امشب و فرداش هم که مراسم فوتوکالش رو تموم میشه میره، هیچ اتفاق خاصی قرار نیست برای این فیلم بیفته. I don't know if you can see Thierry Frémaux's jacket there, but he's got a pin. Do you know what's on it? Nope, we're going to the theatre. So when the lights go down, we will, of course, disappear as if by magic. It must be amazing to screen your film for so many people, 2,500 people. So Catherine Corsini, her screening of her film, second filming competition today. So see you soon for new adventures on TV Festival. And it's a French film and it's caused quite a stir. Here we have the film director Catherine Corsini with her producer Elizabeth Perez. Catherine Corsini is back in Cannes after her last film La Fracture, it was called. It was in competition in 2021. And that film went on to win a César Award here in France. So Catherine has brought the entire crew from the film with her. To her left, well, that's the producer. Then further to the left, we have Aissatou Diallo Sagna, who is one of the leading actresses. Perhaps you recognize her. She acted in La Fracture and she won a César for the best supporting female role. That was in 2021. It's the second time that they've worked together, and the director, in fact, made her into an actress.
She wasn't an actress before she met Catherine Corsini. She used to be a ward aide in a hospital. They met, circumstances brought about their meeting. And so she's here with the rest of the crew, the director and the many actors and actresses. There's Virginie Ledoyen, who's a regular here in Cannes. She was in The Beach, Farewell My Queen, coming, directed by Catherine Corsini. The two teenagers play interesting roles. By Christophe Honoré, which is in competition in 2018. La Belle Époque by Nicolas Bedos, which was not in competition for Deception, the Desplechin film in Cannes Première, and also for Bloody Oranges.